السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر من از ترکیه در مورد بگو مگوهای واتساپ و موارد پرایویسی واتساپ که چند قبل توسط فیسبوک خریداری شد و این فعلا از مالکیت فیسبوک است، در مالکیت فیسبوک در آمده، اینا سوالات داشتن که آیا راستی واتساپ انفورمیشن و دیتا را با فیسبوک شیر میکنه و یا چطور. در مورد واتساپ ما تحقیقاتی کردم، پیدا کردم که بعد از اینکه مالک از این فیسبوک شد، فیسبوک به مو منوال که پرایویسی مردم در نظر نمیگیره. به طور مثال شما اگر در گوگل کروم در براوزرتان یا در یک براوزر دیگه در تلفن هایتان یک چیز را سرچ بکنین، مثلا نشته کنین که سنگل بد، تخت یک نفره یا تخت خواب یا چوکی یا داینینگ تیبل، هرچی که باشه، خب این را خلاص کنین، از براوزر برای خارج شوین، آجل میبینین که فیسبوک وقتی که در تایملاینش داخل شدین، میبینین که امون چیزی که شما سرچ کردین در گوگل، او را فیسبوک براتان میاره، در صفحه های تایملاین خودتان میاره، یعنی در صفحه رخنمای خودتان او را فیسبوک میاره. این از کجا میگیره؟ فیسبوک یک سیستم بسیار روبست و بسیار یک سیستم مخفی استخباراتی برای خود جور کرده که او را به نام بک‌گراند اینتلیجنس میگه. او چه میکنه که در خود اپ فیسبوک در داخل تلفن شما که داخل میشه وقتی که اینستال میکنین، این تقریبا از 78 تا 130 فایل های را که به نهایت فایل های خطرناک هست در تلفنتون نصب میکنه، براوزرتون را تعقیب میکنه، ایمیلتون را تعقیب میکنه، کانتکت هایتون را میگیره و با سرور فیسبوک این را کلگش را کپی میکنه و لوکیشن شما را یادداشت میکنه. لحظه به لحظه در هر جا که باشین که شما کجا رفتین، چی کردین، چی نکردین، تمام از ایره فیسبوک ایره در خود سرور خودی رستور میکنه. و حتی اگر شما ایبی داشته باشین در تلفنتان، یعنی هر اپلیکیشنی که داشته باشین، فیسبوک poke his nose in that affair too. در داخل تمام از یا چی میکنه، یک دفعه داخل میشه، یک سنف میکنه، میبینه که شما چی کارا میکنین و این خیلی خطرناک است. ما پروگرام جدید فیسبوک که انستال کردم، ما یک پروگرام دارم در اندروید که داخل میشه و تمام چیزای را چک میکنه. این پروگرامی که من در تلفن دارم ای انالایز میکنه، تمام پروژکت های را انالایز میکنه که کجا میره، در جی پی اس تان داخل میشه، در پروگرام هایتان داخل میشه، مثل یک پلیس وری، مثل یک گارد وری اونجا استاد است. هر چیزی را که در تلفنتان شما نصب بکنین، آجل که در تمام موارد زیرا چک میکنه. مثلا شما در یوتیوب اگر یک چیز بپالین درباره آشپزی یا یک چیز دیگه، فیسبوک وقت ازی خبر میشه. برادرتان، خواهرتان در پالیتان شده او خبر نمیشه، جناب فیسبوک وقت خبر میشه. خب این مسائل فیسبوک است. اما وقتی که واتساپ مربوط فیسبوک شد، فیسبوک هم میخواد که تمام چیز را کنترل بکنه و خود دفتر فیسبوک تحت اینفلوئنس سازمان استخباراتی آمریکا هست و واتساپ هم تحت پوشش فیسبوک است و چند وقت پیش پرایویسی خود و تمام چیزهای خود چینج کرد، تغییر داد، یک اپدیت خاص کرد برای مردم داد که اینو تو کارا را ما میکنیم. و دیروز طرف های ساعت های یک بجه بود که فیسبوک باز یک پروگرام دیگر را شروع کرده که چون دید که بسیار مردم از این ترسیده و شاید مردم رها کنه شبکه فیسبوک، شبکه واتساپ، از او خاطر گفت نه نه نه، ما این کار را نمی کنیم، فقط اما تمام دیتای شما می آید در سرور ما سیف می شه، اما ما کال لاگ های شما را، محاوره شما را هیچ کدام شما نمیگیریم و چنین نمیکنیم، ای پرایویت است، بخاطر اینکرپتد است و اینکرپت شدگی است در تلفنتان هست. ایرا خاص به مخاطری گپ زد، ای بیانیه را دیروز داد فیسبوک تا مردم پس دوباره دلگرم بسازه.
اما من باز هم داخل شدم در برنامه واتساپ و میبینم که واتساپ در تلفن ما در بک‌گراند کار میکنه. نه او کاری که آماده باشه که کسی پیام براتون روان بکنه، پیام تیز بگیره، یعنی بیدار باشه. ایرا به نام بیداری میگن، wake up میگن، به نام بیداری که پروگرام خودش بیدار است. یعنی هر کسی که زنگ بزنه یا پیام میفرسته او را امور میگیره برات و براتون او را بیپ میکنه. نخیر، میبینیم که فیس واتساپ در بک‌گراند تقریبا 2-3 مگابایت در یک ثانیه انتقال داده رئیس در کدام جای. و ایره من تریس کردم آی پی ایز را، دیدیم که در سرور خود فیسبوک انفارمیشن که من در واتساپ استفاده میکنم او را استور کرده رئیس. پس اینا دروغ میگن. دیروز با واسف ازی که یک بیانه را اینا در تمام اخبار جهان، در تمام روزنامه ها و این آن در پرس کانفرانس اینا دادند و گفتند که نه، ما اعتنا میکنیم و چنین میکنیم چنان میکنیم. شما بلکل رست شورد خاطرتان جمع باشه که ما اصلا دیتای شما رو با کسی شیر نمیکنیم. بله با کسی شیر نمیکنی، اما در سرور فیسبوک تمام از شیر میشه، تمام از انفورمیشن در سرور فیسبوک شیر میشه و قابل ترس است. از این خاطر ترکیه اعلان کرد که تمام مسلمان های جهان گفت که ما یک برنامه ای که از واتساپ که در بیتر است بنامه بیپ بی آی پی که هم در اندروید است و هم در آیفون است، ما این را اندازی کردیم که دیگر تمام مسلمان جهان از استفاده بکنن و اینا در قصه فیسبوک و میسبوکی جدا نشن. دیگه یک حرکت خوب است، اما شاید ترکیه هم مسائل خود داشته باشه. اما معلوم نیست که انترنت که در ترکیه تمویل میشه ای تمام ازی در www.com که هست از امریکاست، جهانی هست و مرکز ازی در سیلیکون ولی در سان فرانسیسکو هست. پس هر کاری که کنید دوباره در دات کام ختم میشه، ولو که دات تی هار هم باشه، ترکیه هم باشه، دیگه هم باشه، این بعضی مشکلات خود خلق میکنه. برای فعلا یگانه چیزی که بسیار مسئول است برای ما شما تلگرام است، که تلگرام مربوط روس ها هست و این با آسانی حک هم نمیشه و این مربوط روس ها هست و این بعضی چیزها خود سیو هم میکنه. اما باز هم مشکلات خود داره. دیگه فیسبوک فعلا اعلان کرده که تا 4 فوریه دیتا را شیر نمیکنه. اما من وقتی که امتحان کردم در برنامه که ما در اندروید انداختیم میبینم با واسف ازی که من از واتساپ استعمال نمیکنم بسیار فایل ها از طریق واتساپ خودش در بک‌گراند اپلود میشه در یک سرور بسیار دور و ایره ما چک کردم که سرور فیسبوک است. پس ازی معلوم میشه که کال لاگ ها، ویدیو کال ها، بعض از مسیج ها و صوتی ها ممکن است که در سرور فیسبوک اینا تمامش سیف شود و چون خود واتساپ ای را انکریپت میکنه و خود واتساپ میتونه ای را دکریپت بکنه. این کدام معنی نداره که بگه که نه شما تشویش نکنین، تمام دیتا شما انکریپت کردگی است. اگر انکریپت هم کنه خود دکریپشن پیش شما هست، کودش پیش خودش هست، اینا میتونه پس دکود بکنن. وقتی یک چیز را یک نفر انکود میکنه دوباره دکود میکنه. So also it doesn't make any point. خیلی مشکل است که دیگه بار آدم اینا را بالایشان اعتبار بکنه. پس قابل اعتبار نیست. بهتر همی است که آیستا آیستا آدم به یک پلتفرم دیگه کوچ بکنه. و برای فعلا ما بالای بیپ کار کرده را ایستم، تحقیقات مجریان داره، میبینم که بیپ چی میکنه که مربوط ترکیه هست. برای فعلا خب ما چیزی دو تا بال نیافتیم. مسئول است چون یک پلتفرم جدید است و تمام فسیلیته و سهولت واتساپ داره. پس اگر او بهتر باشه چرا نه، چرا نه، چرا از مسلمانان خود ما پشتیبانی نکنیم؟ اقلا اگر هر چیز بفهمن خب مسلمان ها میفهمن و شاید فیسبوک برای ما بعض موانع و مشکلات ایجاد بکنه، مثل که فعلا در بعض از تلفن ها بعض برنامه هایی که فیسبوک خودشان طرح کردن و دیزاین کردن در بعض از تلفن های آیفون اصلا کار نمیکنه و اینا را فلج کردن تا در اوجا کار نکنه، به خاطر از که او پروگرام هایی که اینا پیش میبرن در آیفون های سابقه هست که او آیفون های سابقه میتونه که ایرا حک بکنه، فیسبوک و مسائل واتساپ حک بکنه.
پس واتساپ های هک شده و فیسبوک های هک شده در اون تلفن های آیفون کار نمیکنه. حتی آیمی های هم اون تلفن ها را اینا ریپورت کردند که اصلا این برنامه تا ابد نتانه که در او داخل شد و از استفاده شد. از اون خاطر چینایی ها اونا خودشان برنامه های خودشان دارن، اصلا از واتساپ این استفاده نمی کنن. ژاپنی ها هم برنامه های خودشان مثل واتساپ برای یک چیز به نام کیک از استفاده می کنن، اصلا اونا واتساپ استفاده نمی کنن. اکثریت مردم ژاپن و چین واتساپ نمی شناسن، اصلا استفاده نمی کنن از این و اونا برنامه های خودشان دارن. خب این از مشکلاتی که فعلا خلق شده و قسمی که معلوم میشه اینا هم پرایویسیشون که دیروز اعلان کردن که نه شما با تشویش نباشین، ما تمام چیزهای شما را که شما با یکدیگر روان میکنین، دیتای شما را ما استور نمیکنیم، این در تلفن خودتان انکریپتد سیوید میباشه. اما ما ایرا باور کرده نمیتونم به خاطر که من میبینم که دیتای بسیار زیاده و ما ترافیک اینترنت در تلفن خود چک کردم، میبینم که بسیار دیتای زیاده در بک‌گراند از تلفن من میره و ما ایرا کلش بلاک کردم به خاطر که ما در تلفنم یک برنامه دارم که یک برنامه بسیار قوی فایروال است به نام AF فایروال از استفاده میکنم که اوتگوینگ وقتی که تلفن استفاده نمیکنم اوتگوینگش به کلی بلاک میکنم و صرف اینکامینگ میمونم که کسی برام پیام بده یا زنگ بزنه اینکامشن بیه و وقتی که میخواستم دوباره جواب بدم باز اوتگوینگ ما ریلیز میکنم. برای فعلا از دیروز تا بالا من بیکار میکنم به خاطر که میخوایم میرا چک بکنیم که چقدر اینا در گپایی که میزنن صادق هستن، اما متاسفانه که اینا صادق نیستن، اینا کذاب هستن و دروغ میگوین. دیگه انشالله در مورد بیپ که برنامه ترکی هست و این برنامه خیلی خوبه هست و بسیار فسیلیت های خوبه داره، سر از این کار کرده رایستم، انشالله یک هفته بالاش کار میکنم، میبینم که چی خوبی ها و مزیت داره انشالله و سیکیوریتی از رو هم با شما شریک میسازم و امید است که این پیامی که برای شما عزیزان دادم مفید براتون واقع شود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.